برم بیگناه اعدام شد به خاطر من که دخترش بودم، ناموسش بودم. من نمادگی ملت روبن هتاتم، وقتی مرگ میشه جریمه انضباط. بالا دارت تو فرصتی واسه نصیحت نی، ما که میریم اما تو میمونی نصیحت نی، ما که داریم میریم فقط تو رو جون مولا. اون بچه رو نیار واسه یه تماشا، نظر از الان ذهنش درگیر داشه، نظر این صحنه رو مغزی سوار شه. اونم فردا وقتی که فشار بش بیاد، اونم وقتی بزرگ شد و حدشو بخواد، اونم وقتی عصبی شد از بدی اوضاع زور میشه منطقش توی اجتماع، اونم میگه چون همه بدن اونم بد میشه، توی کنکور بد زندگی رد میشه. ما بد بودیم شما اما بدتر بود، یه جنبی میزنه دت زمین خیلی زود. کدوم ما که یه جوری داریم میریم فنا، اون بالا یا خوشحالترم میشن دادا. ما که رفتیم اما تو یکی مثل من نباش، چیزی رو بذار زمین قلم بردار بجاش. حالا منم اونجا و چشای تو تناب دار، بکش صندلی رو از زیر پام سر کن. شب روزتان خوش، احمد رفعت هستم. به اعدام بس است برنامه ای از سازمان حقوق بشر ایران خوش آمدید. چهارشنبه قرار بود آرمان عبدعالی که در هنگام ارتکاب به جرمی که به او منتسب می کنند تنها 17 سال سن داشت اعدام شود، ولی گویا اجرای این حکم تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است. نهادهای حقوق بشری ایرانی و برخی از نهادهای بین‌المللی چون سازمان عفو بین‌الملل و همچنین کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد خواهان لغو فوری و بدون قید شرط حکم اعدام آرمان شده اند. کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد همچنین خواهان توقف صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی برای کودک مجرمان هستند. آرمان عبدعالی متهم به قتل دوست دخترش غزاله است، اتهامی که او تنها در ابتدای بازداشت و در پیامد شکنجه و آزار به آن اعتراف کرده بود، ولی در مراحل بعدی آن را منکر می شود. آرمان برای اولین بار بر پایه همین اعتراف اجباری به اعدام محکوم شده بود. با وجود اینکه بر پایه ماده 91 قانون مجازات اسلامی دیوان عالی با محاکمه مجدد وی موافقت کرده بود، این حکم مورد تایید قرار گرفت. در سال جاری میلادی حداقل یک کودک مجرم دیگر در جمهوری اسلامی اعدام شده است. 85 کودک مجرم دیگر نیز با حکم اعدام در زندان به سر می‌برند. از سال 2010 میلادی تا امروز دست کم 64 کودک مجرم در جمهوری اسلامی اعدام شدند. اعدام تنها حکم غیر انسانی قانون قصاص نیست. روزنامه دولتی ایران خبر از حکم کور کردن چشم یک مرد 45 ساله توسط شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران را می‌دهد. این مرد در جریان نزاعی در سال 1397 در جزیره قشم موجب نابینا شدن همسایه‌اش شده است. روزنامه ایران می‌نویسد دادگاه این حکم را به خواست شاکی پرونده و به تشخیص پزشکی قانونی صادر کرده است. این اولین بار نیست که حکم چشم در برابر چشم در جمهوری اسلامی صادر می شود. عفو بین الملل در نامه خطاب به مقامات جمهوری اسلامی خواهان تحقیقات فوری و مستقل درباره علل مرگ مشکوک شاهین ناصری در زمان بازداشت شده است. ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه البته ادعا می‌کند که شاهین ناصری در پیامد مسمومیت دارویی فوت کرده است. شاهین ناصری کارشناس بازرگانی و زندانی غیرسیاسی شهریور سال گذشته شهادت داده بود که در زمان حضورش در آگاهی شیراز شاهد عینی شکنجه‌های غیر انسانی نوید افکاری بوده است.
نوید افکاری عضو پیشین تیم کشتی ایران در جریان اعتراضات مرداد 98 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شد. نوید افکاری مانند بسیاری دیگر مجبور به اعتراف اجباری به این قتل در مقابل دوربین تلویزیون شد. اگرچه بعد بارها فریاد زد که زیر شکنجه مجبور به این اعترافات شده و که رژیم به دنبال گردنی برای تنابه دارش است. حکم اعدام نوید افکاری 22 شهریور سال گذشته در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمد. شاهین ناصری نیز که به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود 21 شهریور از بند عمومی به محل ناشناخته منتقل شد و 9 روز بعد بستگانش از طریق دیگر زندانیان از مرگ او آگاه شدند. شاهین ناصری در آخرین پیام صوتیش از زندان گفته بود به خاطر جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده است نسبت به این رژیم اعلام انزجار می کند. شاهین ناصری در همین نوار صوتی گفته بود می خواهد تابعیت جمهوری اسلامی را پس دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در ایران به ازای هر 100,000 نفر کمتر از 90 وکیل وجود دارد و از این نظر ایران یکی از ضعیف‌ترین کشورها محسوب می‌شود. محمد رضا کامیار عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نیز می‌گوید در شرایط کنونی 15 میلیون پرونده مفتوح در دستگاه قضایی وجود دارد ولی از هر 10 پرونده تنها یکی دارای وکیل است. سازمان حقوق بشر ایران بارها تذکر داده است که در بسیاری از پرونده هایی که متهم به اعدام محکوم شده است هیچ وکیلی حضور نداشته است و بنابراین نمیتوان این احکام را قانونی و این دادگاه ها را صالح شناخت. مشکلات وکلا در جمهوری اسلامی یکی و دوتا نیستند. از جمله می توان به الزام متهمان به تعیین وکیل در پرونده های مرتبط با جرایم علیه امنیت از میان آن گروه از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه اشاره کرد. از آذر ماه سال گذشته با بخشنامه قوه قضاییه اداره کل نظارت بر وکلا نیز به وجود آمده است که از جمله وظایفش رعایت موازین اسلامی چون حجاب و یا الزام وکلا به ولایت فقیه است. در آیین نامه جدید حق صدور پرونده وکالت نیز از کانون وکلا سلب شده است و به قوه قضاییه واگذار شده است. امری که بارها کانون وکلا به آن اعتراض کرده و اقدامی مغایر با اصل استقلال خود می داند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه کشوری که از اول ژانویه سال آینده میلادی به مدت 6 ماه ریاست ادواری اتحادیه اروپا را به عهده خواهد داشت اعلام کرد فعالیت‌هایی را برای حذف مجازات اعدام در سراسر جهان در دستور کار قرار خواهد داد. امانوئل ماکرون همچنین گفت من جمله در دوران ریاست ادواری اتحادیه اروپا در نظر دارد کنفرانسی را در پاریس با حضور نهادهای مدنی کشورهایی که در آنها هنوز مجازات اعدام وجود دارد برگزار کند. از 10 تا 14 ماه نوامبر آینده همزمان با دومی سالگرد خیزش مردمی آبان دادگاهی مردمی در رابطه با جنایات رژیم در جریان این خیزش برگزار خواهد شد. این دادگاه مردمی یا آبان تریبونال از سوی سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و سازمان بین‌المللی همه با هم علیه اعدام برگزار خواهد شد.
در این رابطه نظر محمود امیر مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران را جویا شدیم. خب این دادگاه خب به نوع خودش در واقع کم سابقه است که در فاصله به این کوتاهی پس از اینکه این جنایت ها رخ داد در آبان، یعنی در واقع در دو ماه بعد، دو سال بعد از سرکوب آبان دادگاهی برگزار بشه. این دادگاه یک دادگاه از یک طرف دادگاه سمبولیک است، ولی پیام بسیار بسیار مهمی رو میرسونه. اولا که در این دادگاه ما بیش از 200 شاهد آمادگی خودشون رو اعلام کردند، کسانی که یا عضو خانوادهشون کشته شده یا خودشون شاهد ارتکاب جنایت بودند. جنایت یعنی که تیراندازی مستقیم به تظاهر کنندگان برای مثال، و یا اطلاعات مهم دیگری دارند. این اولین گام هست برای رسیدن به حقیقت. ما همه میدونیم که عدالت بدون این که ما به حقیقت برسیم امکان پذیر نیست، و این میتونه زمینه رو هموار کنه برای اینکه روزی اگر کسانی که، چون که بیش از 100 نفر الان آمار دقیقش رو یادم نیست، اسم وجود داره، افرادی که در این سرکوب در این جنایت شریک بودند، زمانی اگر این امکانات فراهم بشه بر اساس در واقع این دادگاه، شهادت هایی که در این دادگاه داده شده ثبت میشه و میشه ازشون به عنوان مستند استفاده کرد. ولی خب پیام مهمی که این دادگاه میفرسته یکی برای جمهوری اسلامی است که گذشت دورانی که شما میتونستید آتش به اختیار هر کار که میخواستید انجام بدین، مثل اوایل دهه 60 که در خیابونها مردم رو اعدام میکردند، و در حال حاضر هر کس در چنین جنایاتی شرکت کنه اگر اطلاعاتی در موردش وجود داشته باشه ثبت خواهد شد و روزی بر علیه این افراد استفاده خواهد شد. این میتونه یک سال دیگه باشه، میتونه 50 سال دیگه باشه، ولی عدالت انجام خواهد شد. پیام دیگرش هم به خانواده های کشته شدگان آبان هست که شما فراموش نشدید و نخواهید شد، و تا روزی که شما اون کسانی که این جنایات رو مرتکب شدند در مقابل یک دادگاه عادل پاسخگو نباشند، همه ما تلاشمون رو ادامه خواهیم داد. ده اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ است. امسال این روز جهانی به زنان و اعدام اختصاص داشت. ما در این رابطه نظر محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران را جویا شدیم. هر سال ائتلاف جهانی مبارزه با اعدام که سازمان حقوق بشر ایران هم عضوش هست، در واقع شورای راهبردی این ائتلاف یک موضوع رو تعیین میکنه بر اساس در واقع با هدف بیشتر توجه دادن به اون موضوع. امسال زنان هست، هم زنانی که منتظر اعدام هستند به اعدام محکوم شدند، و هم اعدام زنان در سراسر جهان، و هدفم این هست که توجه بیشتری به این موضوع داده بشه، چون که میشه گفت تا حدی اعدام زنان تا حدی نامرئی است. در واقع این واژه یکی خود ائتلاف جهانی هم استفاده کرده، ولی خب از طرف دیگه هم یکی از دلایلش میتونه این باشه که تعداد زنانی که اعدام میشن در مقایسه با مردان خیلی پایین تر هست، ولی یک سری مشکلات و محدودیت ها زنان در دنیای امروز دارند که این میتونه نقشی ایفا کنه در محکوم شدنشون به اعدام. جمهوری اسلامی با اعدام متولد شد، روندی که هنوز هم ادامه دارد،
به همین خاطر جمهوری اسلامی در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که در آنها احکام اعدام صادر و به اجرا در می آیند. با توجه به اینکه امسال روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ به اعدام و زنان اختصاص دارد، ما به چند مورد از اعدام زنان در 42 سال گذشته اشاره خواهیم کرد. فرخرو پارسا اولین زن وزیر در تاریخ ایران که وزیر آموزش پرورش دو دولت امیر عباس هویدا بود، در 18 اردیبهشت 1359 اعدام شد. دادگاهی به ریاست صادق خلخالی فرخرو پارسا را به اتهام حیف و میل و غارت بیت المال، زیر پا گذاشتن اخلاق اسلامی و اشاعه فساد و فحشا به اعدام محکوم کرده بود. صادق خلخالی در تابستان 1359 دو خواهر شهلا و نسرین کعبی اهل سقز را نیز بدون حتی برگزاری دادگاهی نمایشی و چند دقیقه‌ای در 5 شهریور در پادگان سنندج اعدام کرد. این دو خواهر که هر دو پرستار بودند به اتهام مداوای افراد ضد انقلاب و همکاری با افراد مهاجم اعدام شدند. خواهران کعبی در ابتدای انقلاب نیز دوبار دستگیر شده بودند. در خرداد 1362 ده زن جوان بهایی در پادگان عبدالله مسکر شیراز اعدام شدند. جوانترین آنها مونا محمود نژاد 17 سال بیشتر سن نداشت و دانش آموز بود. مونا در خانهش همراه با پدرش یدالله بازداشت شد. یدالله البته قبل از دخترش مونا اعدام شد. گناه مونا و 9 نفر دیگر اعتقاد به مذهبی غیر از شیعه اثنا عشری بود. یکی دیگر از زنانی که اعدامش خبرساز شد شیرین علمهولی، زندانی سیاسی کرد بود که پس از 1 سال و 9 ماه زندان 19 اردیبهشت 1389 همراه با 4 زندانی سیاسی دیگر در زندان اوین تهران اعدام شد. جرم شیرین عضویت در گروه پژاک بود. بسیاری از زنان سازمان مجاهدین خلق نیز در دهه 60 اعدام شدند. برخی از آنها کودک بودند. یکی از زنان سرشناس این سازمان که در تابستان 67 اعدام شد، منیره رجوی، خواهر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین بود. او در سال 1360 بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شده بود، ولی هرگز آزاد نشد و در سال 67 اعدام شد. در دهه 60 زنان بسیاری از گروه‌های سیاسی چپ نیز اعدام شدند. فاطمه مدرس تهرانی که با نام سیمین فردین از اعضای برجسته نوید یا تشکیلات غیرعلنی حزب توده بود، یکی از آنهاست. نسرین محمدپور دهکردی از اعضای سازمان شریکای فدای خلق اقلیت نیز 29 آذر 1360 در زندان اوین تهران اعدام شد. او در تمام مدتی که در زندان بود حتی نام حقیقی خود را نیز لو نداد و با نام مستعار ناهید محمودی اعدام شد. نسرین محمدپور دهکردی هرگز در دادگاه محاکمه نشد و اعدامش بدون حکم بود. زنان بسیاری نیز در 14 دهه گذشته با حکم قصاص اعدام شدند. در آذر 1387 پس از 7 سال زندان فاطمه حقیقت پتو اعدام شد. او همسرش را که قصد تجاوز به دختر 14 سالش از ازدواج قبلیش را داشت کشته بود. راحله زمانی نیز که در 14 سالگی مجبور به ازدواج شده بود، شوهرش را به دلیل آزار و اذیت بسیار کشت. راحله در دادگاه وکیل نداشت و چون کلمه فارسی نیز نمی دانست و فقط ترکی صحبت می کرد، هرگز نتوانست از خود دفاع کند. 10 مهر 1397 زینب سکانبند که 17 سال بیشتر نداشت، متهم به قتل همسرش شد. او برادر همسرش را که چندین بار
به او نیز تجاوز کرده بود به عنوان قاتل معرفی کرد، ولی قاضی دادگاه هرگز به سخنان زینب گوش نداد. فاطمه سالبهی نیز با اتهام مشابهی اعدام شد، در حالی که هرگز به این قتل اعتراف نکرده بود و دو نفر دیگر را متهم به قتل همسرش کرده بود. فاطمه نیز هنگام بازداشت 16 سال بیشتر سن نداشت. عاطفه رجبی سهاله 16 سال بیشتر نداشت که دادگاه او را به جرم جریه کردن عفت عمومی به اعدام محکوم کرد، حکمی که در میدان مرکزی شهر نکا به اجرا گذاشته شد. عاطفه در 13 سالگی اولین بار به جرم روابط نامشروع بازداشت و به زندان و 100 ضربه شلاق محکوم شده بود. او که از سلامت روانی برخوردار نبود، بارها مورد تجاوز قرار گرفت و زمانی که برای پنجمین بار به جرم زنا بازداشت شد، برایش حکم اعدام صادر کردند. یکی از پرونده‌های قصاصی که جهانی شد، پرونده ریحانه جباری است. ریحانه 3 آبان 1393 به اتهام قبل مرتضی عبدالعلی سربندی که قصد تجاوز به او را داشت اعدام شد. از آنجایی که سربندی کارمند سابق وزارت اطلاعات بود، با وجود ابهامات بسیار در این پرونده، حکم اعدام ریحانه تایید شد. فهمیدم حالا دیگر در نوبت اجرای حکم قصاص قرار گرفتم. از تو گله دارم که چرا خودت به من نگفتی که با آخرین صفحه کتاب زندگیم رسیدم. به نظر تو این حق من نبود که بدانم. تو که میدانی چقدر از غمگین بودنت شرم زدم. چرا فرصت عذرخواهی و یا بوسیدن دست خودت و بابا را برایم کوتاه‌تر کردی؟ دنیا به من اجازه 19 سال زندگی را داد. آن شب شوم میبایست من کشته میشدم. جسدم در گوشه ای از شهر میافتاد و بعد از چند روز نگرانی پلیس شما را برای شناساییم به پزشک قانونی میبرد و تازه آنجا میفهمیدید که به من تجاوز هم شده. قاتل هرگز پیدا نمیشد، زیرا ما زر و زور آنها را نداریم و همه شما رنجور و شرمزده به زندگیتان ادامه میدادید. چند ماه یا چند سال بعد هم دق میکردید و تمام. اما با آن ضربه لعنتی قصه عوض شد. جسدم نه در بیابانها که در گور زندان اوین و بندهای بالا و پایین و انفرادی و حالا در زندان گور مانند شهر ری رسیده است. اما تسلیم سرنوشت باش و هرگز گلایه نکن. تو بهتر از من میدانی مرگ پایان زندگی نیست. تو یادم دادی هر انسانی به دنیا میآید تا تجربه ای کسب کند و دست یاد بگیرد و با هر تولد رسالتی بر دوش انسان گذاشته می شود. من یاد گرفتم که گاهی باید جنگید. یادت هست داستان نیچه فیلسوف را برای من می گفتی که به مردی گاریچی که برد و شلاق می زد اعتراض کرد و صاحب از شلاق را به سر و صورت نیچه کوبید و در نهایت به مردش انجامید. تو می گفتی او به همه یاد داد که در راه خلق یک ارزش باید ایستاد حتی اگر بمیرید. تو به ما یاد دادی که در گیرودار مدرسه و دعواها و چغلی‌های کودکانه باید خانم بود. یادت هست چقدر روی رفتار ما تاکید داشتی؟ تجربت غلط بود. وقتی به حادثه پرد شدم آموزشم کمکی به من نکرد. رفتار آرامم در دادگاه مرا به خونسردی در قتل و جنایتکار بی‌رحم بودن متهم کرد. عشق نریختم، التماس نکردم و کولیوار حوار نزدم چون به حمایت قانون اطمینان داشتم، اما متهم شدم به بی‌تفاوتی در برابر جنایت. می‌بینی من که حتی پشه‌ها رو نمی‌کشتم و سوسک را با شاخکش بیرون می‌انداختم شدم جانی، آن هم با قصد قبلی. رفتارم با حیوانات تمایل به پسر بودن تعبیر شد و قاضی حتی به خودش زحمت نداد که توجه کند هنگام حادثه ناخونهایم بلند و سوهان کشیده بود و بی توجه به این گفت که من بوکسور بودم. چه خوشخیال بودیم که از قضات توقع عدل و داد داشتیم. مهربان مادرم، شعله جانم، عزیزتر از جانم، نمیخواهم زیر خاک بپوسم، نمیخواهم چشم یا قلب جوانم خاک شود. التماس کن که ترتیبی داده شود که به محض دار زدنم قلب، کلیه، چشم،
کبد، استخوان‌ها و هر چیزی که قابل پیوند زدن است از بدنم جدا و به کسی که نیاز دارد هدیه شود. نمی‌خواهم گیرنده عضو نامم را بداند، گلی برایم بخرد یا حتی فاتحه‌ای برایم بخواند. از صمیم قلب می‌گویم که دلم نمی‌خواهد قبری داشته باشم که تو خاکستر نشینش باشی. نمی‌خواهم سیاه پوشم شوی. همه تلاشت را بکن تا فراموش کنی روزهای سخت را. مرا به دست باد بسپار. دنیا مرا دوست نداشت، سرنوشت مرا نمی‌خواست و اکنون من تسلیم محضم و با آغوش باز از مرگ استقبال می‌کنم، چرا که در دادگاه خداوند متهم می‌کنم مأمورین آگاهی را، متهم می‌کنم بازپرس شاملو را، متهم می‌کنم قاضی تردست قضات دیوان عالی کشور را، کسانی که بی‌دلیل کتکم زدند و در آزارم فروگذار نکردند. من در دادگاه خالق هستی متهم می‌کنم دکتر سربندی را، متهم می‌کنم قاسم شعبانی را و تمام کسانی را که بی‌توجه یا به دروغ یا از روی ترس حق مرا ناحق کردند و توجه نکردند که گاهی آنچه واقعیت به نظر می‌رسد با حقیقت متفاوت است. شعله دل نازکم، در جهان دیگر، در سرای باقی، من و تو شاکی هستیم و دیگران متهم. تا خدا چه خواهد؟ دلم می‌خواهد در آغوشت باشم تا بمیرم. دوستت دارم. ریحانه، 12 فروردین 93. توماج صالحی، رپر جوان ایرانی که چندی پیش پس از انتشار برخی از کارهای اعتراضیش چون ترکمنچای، سوراخ موش و یا نرمال بازداشت شده بود و پس از چند روز به قید کفالت آزاد شد، بلافاصله پس از آزادی دو کار اعتراضی دیگر را نیز در شبکه‌های اجتماعی قرار داد که یکی از آنها در روز 10 اکتبر منتشر شد و در رابطه با اعدام است، در مخالفت با مجازات اعدام. شموله این کلام شلاغه رو حکم اعدام، ضد اجتماع سین قانون خط میکشم رو مهر و امضات، پر از نفرت مسیرش قدم قانون تا روز اجراش، راه بی بازگشت بدون جبران بدون اصلاح، تناب دار ابزار کنترل و سرکوبه، کجای جهان توحش جلو دار خبط بوده، چه امنیتی تو قانونی که خودش خشم توشه، اون انسانیست آرامش جامعه است که معدومه، کشتم با صلیب سنگسار محکوم از ارتفاع پرتاب، یو اس ای صندلی الکتریک شمشیر عربی تو دست جلاد، اتاق گاز زنده به گور گیوتین و برکه خون، تزریق سم بدون درد عمل کلی بو بچه خوب، به نام اون روز که نباشه حکم اعدام، نباشه هیچ جا دنیا سری بالا چوبه یه دار قرمزی پرچما، نباشه از خونه ما بوی امید بیاد از تک تک خونه ها، به نام روزی که ندار باشه نه تزریق سم، اعدام به هر روش بشه کلن ریشه کن، انسانی کشته نشه دیگه با تیر و سنگ، قانونو بسازیمش دوباره از زیر و بم، چه تو خونه چه زندان، چه امریکا چه ایران، چه لایکی چه یهودی چه مسیحی چه اسلام، چه هشتگ چه رو ورق بنویس نه به اعدام، دور میشکافه تاریکی رو منتظر لحظه نام. اعدام بسست این هفته در اینجا به پایان میرسد، تا برنامه دیگر شاد و تندرست باشید. ری میخن که سای مثل امثال منو با یک کیلو برین میخرن و میندازن جلو، 30 ساله که کوچه خاکی همون خاکیه، آسفالت خوبه خوبه اما واسه مردن که کسی مثل منو جلو رو دار بزن، یه مش مریضم واسن و تخمه لشکن که فیلم میگیری وقتی یکی تو میکنه دست مریضا بیم منامه یه